سلام 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 دوستان عزیز، من یاسر رحمتی هستم و با دوره جامعه مهندس شبکه شده در کانال های آپارات یوتیوب و وبسایت آکادمی با من همراه هستید. یادتون نره که حتما کانال های آکادمی رو در شبکه های اجتماعی اون دنبال بکنید. قرار در این ویدیو و در ادامه اسکیل آشنایی با نرم افزار سیسکو پک تریسر بپردازیم به نحوه پیاده سازی ویلن روی سویچ های سیسکو. یه راست به محیط نرم افزار سیسکو پک تریسر میرم و از بخش سویچز های اینو سویچ 2960 رو پیکاپ میکنم و اضافه میکنم به ورک اسپیس این نرم افزار. در بخش ان دیوایس ها دو تا پی سی رو به همین شکل اضافه خواهم کرد و از قبل هم خاطرتون هست که اگر تجهیزات شما ایزو دیوایس نباشه، از یک جنس، از یک خانواده نباشه، مدیایی که اینها رو به هم وصل میکنه میتونه مدیای چی کاپر استریت ترو باشه اگر قرار از جنس کاپری باشه. من در بخش کانکشن کاپر استریت ترو رو انتخاب میکنم. NIC پی سی صفرم رو به عنوان مثال وصل میکنم به فست اترنت 01 از سویچم و به همین ترتیب NIC پی سی یکم رو هم وصل میکنم به فست اترنت 02 از سویچم. خب اجازه بدید یه مقدار زومین بکنم که نمای واضحتری رو به شما بدم. دو قدم بعدی کاری که میخوام انجام بدم اینه که بیام دیسپلی نیم این پی سی ها رو تغییر بدم به اون چیزی که خودم میخوام. یک، دو، این که بیام روی اینها یک IP از رنج IP های کلاس C رو ست بکنم. بنابراین روی پی سی صفرم کلیک میکنم، سربرگ کانفیگ میرم، اسم اینو میذارم به عنوان مثال کامپیوتر 1 و به سربرگ دسکتاپ میرم، بخش IP کانفیگوریشن و میگم IP این رو هم بذار سر نبرد 2068.1.1 و به محض اینکه روی تکست باکس مربوط به سابنت ماسک کلیک بکنم میبینم که سابنت ماسک دیفالت IP کلاس C یعنی /24 ست میشه. خیلی خب، من با دیفالت گیتوی توی این سناریو کار ندارم، بنابراین جلوی فیلد مربوط به اون رو هم خالی میذارم. به همین شکل این روال روی PC 1 هم انجام میدم. به سربرگ کانفیگ میرم، دیسپلی نیمش رو میذارم کامپیوتر 2 و به سربرگ دسکتاپ میرم، IP اون رو هم میذارم 192.168.1.2 و سابنت ماسکش رو هم میذارم 255.0. خیلی خوب، سوال، آیا این سویچ تونسته ارتباط بین کامپیوتر 1 و کامپیوتر 2 رو برای من برقرار بکنه؟ خب بذاریم یه تست بکنم. در سربرگ دسکتاپ کامند پرامپت رو انتخاب میکنم و یه پینگ ساده رو انجام میدم از کامپیوتر 2 به کامپیوتر 1، یعنی می‌نویسم 192.168.1.1 و بعد اینکه اینتر رو بزنم میبینم که اکوی ICMP رو از اون اندیوایس دریافت میکنم. بنابراین وریفای میکنه که علاوه بر اینکه ارتباطات فیزیکال من برقرار هست، ارتباطات پروتکلی من هم به صورت اپروپریت و مناسب برقرار است. خیلی خب، قرار من در این سناریو چیکار بکنم؟ قرار در این سناریو ویلن رو روی سویچ خودم ایجاد بکنم. یعنی چی؟ یعنی اینکه بیام مثلا بگم این کامپیوتر روی ویلن 2 قرار بده، این کامپیوتر رو روی ویلن 3. اما اگر روی این سویچ هم کلیک بکنم و به سربرگ CLI برم، اجازه بدید یه مقدار این رو مکسیمایز بکنم، به محض اینکه شو ویلن بریف رو بگیرم و اینتر بزنم، یه نکته، بای دیفالت تمام 24 پورت فاز اترنت این سویچ 2960 به انضمام این دو تا پورت های گیگ 01 و گیگ 02 که آپلینک دانلینک های این سویچ من هستن در داخل ویلنی هستن که اسمش دیفالت ویلنه و آیدیش 1. پس هر موقع از شما پرسیدن دیفالت ویلن چیه، میگیم آقا وقتی یک سویچ نو کانفیگ رو در اختیار شما قرار میدن، با دیفالت تمام اینترفیس های اون در داخل این ویلن هست، آیدیش 1، نامش دیفالت. خب پس قرارمون چی بود؟ قرارمون اینه که من دو تا ویلن ایجاد بکنم که با رنگ های مختلف اینجا هایلایتش میکنم. اوکی، کامپیوتر یکم رو که فست سیفیگ از سویچم رو بذارم توی ویلنی با آیدی 2 که نامش استافه، بذارید همه کپیتال باشه، استاف، و
کامپیوتر دو رو هم که متصل به فصل 0.2 از سویچ هم بذارم در ویلن 3 که نامش چیه؟ آیتیه. خب ببینیم من این کانفیگوریشن رو چجوری میتونم روی سویچ هم انجام بدم. مجددا روی سویچ هم کلیک میکنم، در سربرگ CLI Enable رو تایپ میکنم که وارد محیط پریویلیج بشم، کانفیگور ترمینال رو تایپ میکنم که وارد جنرال کانفیگوریشن بشم و از اینکه تایپ بکنم ویلن 2، این ویلن برای من ساخته میشه. منتها من میخوام نامی رو هم روی سد بکنم، بنابراین کامند نیم رو به همراه نام مورد علاقه خودم به این شکل تایپ میکنم، کجا؟ توی همین ساب مدل ویلنم و بخش پیاده سازی و نامگذاری این ویلنه انجام شد. خب اگزیت رو میزنم، به همین ترتیب ویلن 3 رو ایجاد میکنم، نام اون رو هم میذارم آیدی. حالا اگر کنترل زد رو بگیرم که منو جام بکنه محیط پریویلیج، به محض اینکه کامند شو ویلن بریف رو تایپ بکنم و اینتر بزنم، چه اتفاق افتاد؟ احسن، میبینم که دو تا ویلن جدیدی که جلوتر کامندش رو زدم ایجاد کرد، ویلن استاف رو با آیدی 2 و ویلن آیتی رو با آیدی 3. اما کماکان زیر ستون پورت میبینم که جلوی استاف و آیتی خالی. چرا؟ چون من ویلن هام رو ساختم، اوکی، اما هنوز هیچ پورتی رو اساین نکردم به اون ویلن خاص. چجوری میتونم این کار رو بکنم؟ توی استپ اول میخوام فصل 0.1 رو اساین بکنم به چی؟ به ویلن 2. پس کانفتی رو میزنم، مینویسم اینترفیس فصل 0.1 رو اول سویچ پورت بکنم به مود اکسس، یعنی وضعیت اینترفیس رو بذار در حالت اکسس و بعد سویچ پورت کن، اکسس هم بده به چی؟ به ویلن 2. اوکی. و برای اینترفیس فصل 0.2 به چه شکله؟ اینترفیس فصل 0.2 سویچ پورت بکن به مود اکسس، اوکی، و سویچ پورت بکن، اکسس هم بده به چی؟ به ویلن 3. حالا اگر کنترل زد بگیرم و در محیط پریویلیج بنویسم شو ویلن بری و اینتر بزنم، میبینم که اوکی، اینترفیس فصل 0.1 اساین شد به ویلنی با نام استاف با آیدی 2، اوکی. به همین ترتیب فصل 0.2 من هم اساین شد به ویلنی با نام آیتی با آیدی 3. حالا کانسپت ویلن چی بود؟ ببینید، ویلن یعنی ویرچوال لوکال ایریا نتورک. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا سویچ شما که به صورت پیش‌فرض یه دونه برودکست دومین داره، تبدیلش کن به چند تا برودکست دومین. به عبارت دیگه هر ویلن معادل یک برودکست دومین. پس اگر شما میان روی سویچ خودتون برودکست دومین ایجاد میکنید، ویلنی رو ایجاد میکنید، به صورت تمثیلی ما عبارت لوجیکال رو برش استفاده میکنیم، به صورت لوجیکال و کانسپچوال و مفهومی دارم یه سویچ فیزیکیم رو تبدیل میکنم به چند تا سویچ منطقی. مثل این میمونه که این سویچ رو برداشتم، جاش دو تا سویچ گذاشتم، اون وقت کامپیوتر دو من وصل به یک سویچ، کامپیوتر یک منم وصل به یک سویچ. پس طبیعتاً اگر ارتباط فیزیکالم رو قطع کرده باشم، قاعدتاً اینها نمیسی به هم ارتباط داشته باشن یا تست کانکتیویتی من بایستی فیل بشه. ببینیم آیا واقعا این به همین شکل هست یا نه. روی کامپیوتر دو کلیک میکنم، در سربرگ دسکتاپ کامند پرامپت رو انتخاب میکنم و مجددا پینگ میکنم 1.1 و میبینم که دیگه ریپلای آی‌اس‌ام‌پی رو دریافت نمیکنم و در جواب این کامند این دفعه ریکوست تایم‌آوت رو میگیرم. خب دوستان عزیز، ممنونم که با این ویدیو همراه من بودید و بدرود.